به نام حق و حقیقت، درود بر شما حق جویان گرامی. دوره‌ای که در خدمت شما عزیزان هستیم دوره آموزشی نقد دین اسلامه. جا داره قبل از اینکه وارد اصل بحث نقد دین بشویم، یک مقدمه مختصر درباره جایگاه منطقی این بحث خدمت شما عزیزان تقدیم بکنیم. چه نیازی هست که ما به نقد دین بپردازیم؟ چه نیازی هست که ما برهانهای اثبات وجود خدا رو بررسی بکنیم؟ حقیقت مطلب اینه که شرایط فعلی جهان و جامعه‌ای که ما در اون زندگی می‌کنیم ما رو مجبور کرده که داده‌هایی رو در یک سری زمینه‌های خاص داشته باشیم. در جهانی که ما زندگی می‌کنیم باورهایی وجود دارن تحت عنوان دین، و این باورها شامل دستورالعمل‌های مختلفی است که از طرف افرادی در زمان‌های گذشته که ادعا می‌کردند فرستاده خدا هستند برای ما مردم بیان شده. این دستورات تنها در حوزه مباحث اخلاقی یا مباحث عقیدتی و عبادتی نیست، بلکه اگر کسی با دقت و با جزئیات تمام بخواهد بررسی بکند متوجه می شود که دستورات دین در تمام لایه‌ها و زوایای عمیق زندگی نفوذ می کنه و شاید به جرأت بتوان گفتش که هیچ ساحتی از ساحت‌های زندگی نیست الا اینکه دین در اون زمینه حرف برای گفتن دارد. مطمئناً کسانی که در جامعه ما زندگی می‌کنند معنی این حرف رو خیلی خوب متوجه می‌شوند. کسانی که متولی اجرای قوانین دین اسلام هستند به راحتی در جان و مال و ناموس اهل این سرزمین تصرف می‌کنند. هر کسی را که بخواهند به قتل می‌رسانند. هر مالی را که بخواهند به نام دین غصب می‌کنند. هر آبرویی را که بخواهند به نام دین برباد می‌دهند. و هر فعلی اگرچه در نزد اهل اخلاق شنیع‌ترین و وقیح‌ترین فعل‌ها باشد را مرتکب می‌شوند و برای آن توجیه دینی می‌آورند. سؤالی که برای اهل فکر ایجاد می‌شود این است که چرا قوانین جامعه ما باید از روی محتوای دین اسلام نوشته بشود؟ کسانی که متولی اجرای قوانین در جامعه هستند برای این سوال پاسخ دارند. اونها نمیگویند که چون ما قدرت داریم و هرچه ما اراده بکنیم باید همان بشود، پس شما مجبور هستید که از خواست ما پیروی بکنید و ما دوست داریم که این قانون بر شما حکم فرما باشد. خیر، آنها چنین حرفی نمیزنند. آنها میگویند قوانین دین اسلام قوانینی است که توسط خدا بر شما نازل شده است. خدایی که شما را آفریده است حق دارد هر گونه که میخواهد به شما امر و نهی بکند. چه امر و نهی او با عقل و ذائقه شما همخوانی داشته باشد، چه همخوانی نداشته باشد. و شما مجبور به اطاعت هستید. اگر بخواهیم این پاسخ رو قدری منطقی تر بررسی بکنیم متوجه می شویم که خود این پاسخ از 4 مقدمه تشکیل شده. مقدمه اول این که خدایی وجود دارد که آن خدا شما را آفریده است. مقدمه دوم حق خدایی که شما را آفریده است بر شما این است که از او اطاعت کنید. یعنی به عبارت دیگر اطاعت اوامر خالق بر مخلوق واجب است. گزاره سوم محتوایی که پیامبر دین اسلام برای شما نقل کرده است دقیقاً همان اوامری است که خالق شما به شما داده است. و گزاره چهارم این چیزی که ما اکنون در جامعه در حال اجرای آن هستیم و این قوانینی که ما برای شما وضع کرده ایم و این تقریری که ما از اسلام داریم و این تعبیری که ما از دین به شما ارائه می کنیم دقیقاً همان چیزی است که پیامبر اسلام برای شما آورده است. در واقع این 4 گزاره پاسخ به 4 سؤاله که ممکنه هر انسان عاقل و خردمندی این سوالات رو از خودش و از مجریان قوانین دین اسلام بپرسه.
سوال اول اینکه اصلاً از کجا معلوم که خدایی وجود داشته باشد که ما را آفریده باشد؟ به این تعریف از خدا خوب دقت بکنید. کسانی که میخواهند لزوم اطاعت را برای ما اثبات بکنند، لازم است خدایی را برای ما اثبات بکنند که ما را آفریده باشد. اگر خدایی را اثبات بکنند که ربطی به آفرینش ما نداشته باشد، گزاره دوم که لزوم اطاعت باشد، اثبات نمی شود. پس سؤال اول این می شود: از کجا معلوم که اصلا خدایی باشد؟ و پاسخ به سؤال اول همین مجموعه درس هایی است که به نام نقد برهان های اثبات وجود خدا تقدیم به حضور شما عزیزان می شود. در این مجموعه سعی شده تمام پاسخهایی که توجیه کنندگان مشروعیت نظام و حکومت اسلامی سعی دارند به این سوال بدهند گردآوری بشود و نقد منصفانه و منطقی بشود. ما در دوره آموزشی نقد برهانهای اثبات وجود خدا به دنبال این هستیم که ببینیم آیا خدایی وجود دارد یا خیر. اگر اثبات بشود که خدایی وجود ندارد، دیگر پرداختن به سه سوال دیگر اصلاً از اصل باطل است و اثبات می شود که تمام ادعاهایی که به نام خدا توسط این گروه برای مردم مطرح شده است، همگی دروغ و ابزار مدیریت سیاسی بوده است. از همینجا واضح می شود که پرداختن به موضوع خداشناسی اولویت دارد بر سایر بحث‌های اعتقادی دیگر. ولی برفرض که ما از این سوال بگذریم یا برفرض که اثبات بشود که خدایی وجود دارد، سوال دوم مطرح می شود و آن سوال این است که برفرض که خدایی وجود داشته باشد که ما را آفریده باشد، چه لزومی دارد که ما از دستورات او اطاعت بکنیم؟ شاید دستوراتی که آن خدا می دهد برخلاف میل ما باشد و یا حتی شاید دستورات او به ضرر ما باشد. چرا ما باید از خالق خودمان اطاعت بکنیم؟ این سوال سوال بسیار مهمی است و در کنار این سوال سوالات دیگری هم مطرح می شود که مربوط به این مقدمه نیست ولی به این سوال مربوط می شود، مثل اینکه بر فرض که ما خالق داشته باشیم، آیا اصلا ممکن است که خالق به مخلوق خود امر و نهی بکند؟ آیا اصلا رابطه خالق و مخلوق رابطه ای است که بشود در آن امر و نهی را تصور کرد؟ و یا اینکه آیا اصلا خالق به مخلوق خود نیازی دارد که بخواهد او را امر و نهی کند یا او را امتحان کند و یا به هر علت دیگری به او فرامینی بدهد؟ سوال دیگری که ممکن است مربوط به همین مسئله مطرح شود این است که برفرض که خالق یک مخلوق به او دستوراتی بدهد، آیا مخلوق ممکن است که از آن دستورات بتواند سرپیچی بکند؟ و سوالاتی از این دست که باید در جای خودش به این سوالات پرداخته شود. مبلغان دین اسلام سعی کردند که پاسخهای چند به این گونه سوالات بدهند و ما در ادامه درس خداشناسی این سوالات را به همراه نقد آنها و پاسخهایی که دانشمندان اسلامی دادند مطرح خواهیم کرد و عنوان جداگانه‌ای برای این دسته از سوالات انتخاب نمی‌کنیم. یعنی در انتهای دوره آموزشی نقد برهان‌های اثبات وجود خدا به این سوالات می‌پردازیم که برفرض که خدایی باشد، آیا لزوم اطاعت دارد؟ آیا خالق تصور می‌شود که امر و نهی بکند؟ و سوالاتی که مطرح شد. پس این سوال دوم و گزاره دوم. سوال سومی که مطرح می‌شود این است که برفرض که خدایی ما را آفریده باشد و برفرض که بر ما واجب باشد که از دستورات او اطاعت بکنیم، دستورات او چه هستند؟ اینها میگویند دستورات خدا همان مطالبی است که پیامبر اسلام در چند صد سال پیش در منطقه عربستان به ما مردم جهان ارائه کرده است و شاید پیروان ادیان دیگر دو گزاره اول را پذیرفته باشند اما پاسخ این سوال را به گونه دیگری بدهند. مثلا بگویند فرامین خداوند بر ما مطالبی است که مسیح در اورشلیم در 2000 سال پیش برای ما بیان کرده است. و پیروان دیگر ادیان ممکن است پاسخهای متفاوتی به این سوال بدهند.
پس ما حق داریم که این سوال را بپرسیم که به چه دلیلی شما ادعا می کنید که حرفهای این فرد حرفهای خداست؟ در واقع اگر این سوال را به عبارت دیگری بخواهیم بپرسیم، به چه دلیلی شما ادعا می کنید که دین اسلام یک دین الهی است؟ این روش زندگی، این دستوراتی که به ما می دهید، دستورات خداست، روشی است که خدا برای ما پسندیده است. این سوال سوالی است که ما در این مجموعه از درس ها که نقد دین اسلام باشد به آن میپردازیم. در این مجموعه از درس ها ما پاسخ مبلغان دین اسلام و دلایل آنها برای اثبات الهی بودن دین اسلام را مطرح میکنیم و آنها را نقد میکنیم و در ادامه دلایل خود را برای اثبات غیر الهی بودن دین اسلام مطرح میکنیم. پس این سوال سوم و پاسخی که آنها به این سوال دادند. همونطور که دیدید رتبه این بحث بعد از بحث خداشناسی است و جا داشت که ما ابتدا تمام محتوای درس‌های اثبات وجود خدا و رد آن را مطرح بکنیم و بعد از آن به دوره نقد اسلام بپردازیم. اما از آنجا که مطالب مربوط به نقد دین سر و کار بیشتری با زندگی ما دارد و دانستن پاسخ این سوال اثر ملموستری در زندگی روزمره ما می‌گذارد، تصمیم بر این گرفته شد که دوره آموزشی نقد دین اسلام به طور همزمان با دوره آموزشی نقد برهان‌های اثبات وجود خدا پیگیری بشود. و در آخر سوال چهارمی ممکن است پرسیده شود که برفرض که خدایی باشد که ما را آفریده باشد و برفرض که اطاعت او بر ما واجب باشد و برفرض که حرفهای پیامبر اسلام دقیقا همان فرامین خداوند باشد، آیا این چیزی که شما اکنون به نام دین به ما معرفی می کنید همان چیزی است که پیامبر اسلام بیان کرده است؟ آیا این رفتاری که شما اکنون دارید همان رفتاری است که اگر پیامبر اسلام در زمان ما بود این رفتار را داشت؟ آیا محتوایی که شما به نام اسلام به مردم نشان می دهید همان محتوایی است که پیامبر اسلام به مردم نشان داده است؟ مبلغان دین اسلام سعی کردند که به این سوال پاسخ بدهند، چون مشروعیت نظام و مشروعیت قوانین جامعه ما در گروه پاسخ به این سوال و سوالات قبل است. آنها سعی می کنند هر روز، هر هفته، هر ماه، هر سال با ارائه مباحث مذهبی، با برگزاری مجالس دینی، از طریق رسانه، از طریق مجالس مذهبی، از طریق درس‌هایی که در دوران مدرسه و دانشگاه به دانش آموزان و دانشجویان داده می‌شود، این حس را منتقل بکنند که محتوای مطرح در جامعه ما همان محتوای اسلام ناب است و در تک تک درس ها، در تک تک منبر ها، در تک تک خطابه ها، در تک تک برنامه های مذهبی سعی می شود اثبات شود، سعی می شود گوشه های از این ارتباط اثبات شود. و البته به طور مفصل در حوزه های علمیه، در درس فقه و اصول به مدت چندین سال این کار صورت می گیرد. یعنی تمام محتوای قانون اجرایی جامعه ما سعی می شود در این مدارس به محتوای دین اسلام که متون دینی ما است مستند شود. و شاید از دیدگاه خیلی ها این استناد هم در بسیاری از جاها دچار خدشه باشد. و البته اگر اثبات شود که خدایی نیست و اگر اثبات شود که دین اسلام یک دین غیر الهی است، دیگر نیازی به پرداختن به این سوال و پاسخ آن نمی باشد. اما برای آن دسته از مردم مذهبی و باورمند که سعی می کنند وانمود کنند که حکومت ما و نظام ما دقیقاً مطابق دین اسلام است، بد نیست که بدانند این استناد هم در بسیاری از موارد دچار خدشه است. یعنی ما خلاف شرعهای بیان در قوانین و در جامعه اسلامی خود داریم. بسیاری از قوانین جامعه ما برخلاف نص صریح آیات قرآن و برخلاف نص صریح دستورات پیشوایان دین اسلام است. و
و به عبارت دیگر خلاف شرع است، که چون حاکمان جامعه ما در این زمان به این نتیجه رسیدند که این کار را انجام بدهند، با توجیهات و تأویلاتی آن را هم به دین اسلام منتسب می کنند و وجهه مذهبی به این گونه رفتارهای خود می بخشند. به هر حال شاید ما در گوشه و کنار مباحث به برخی از این خلاف شرعهای واضح و آشکاری که در جامعه ما انجام می شود اشاره ای داشته باشیم و فعلا قصد نداریم که در این محل درسی برای این سوال و پاسخ به آن تهیه بکنیم. پس مجموعه درس هایی که برای پاسخ به این سوال و برای توجیه مشروعیت حکومت فعلی ما طراحی شده است، دو دوره آموزشی می باشد. یک دوره آموزش نقد برهانهای اثبات وجود خدا و دوم دوره آموزشی نقد دین اسلام. البته قرار بود که دوره آموزش منطق و مغالطه و تکنیک های مناظره هم برای شما تهیه شود، که فعلا با توجه به اولویت این دو بحث این دوره آموزش منطق را به تعویق در می آوریم و امیدواریم که در آینده بتوانیم این دوره را نیز خدمت شما عزیزان تقدیم کنیم. فقط یک نکته را می خواستم قبل از شروع دوره خدمت شما عزیزان یادآوری کنم. مطالبی که در این دوره ها خدمت شما عزیزان ارائه می شود مطالبی است که به همدیگر اتصال معنایی دارند، یعنی برای درک محتوا باید تمام درس ها از ابتدا و به ترتیب ملاحظه شود. نمی شود گلچینی از آنها را مشاهده کرد و یا ترتیب آنها را نادیده گرفت. امیدوارم با توجه به اهمیتی که این مباحث در زندگی ما و در زندگی نزدیکان ما و در زندگی مردم جامعه ما دارد، مقداری از وقت شریف خودتان را به مطالعه این دوره و آموزش دیدن آن اختصاص بدهید و سعی کنید پس از آموزش دیدن و پس از مسلط شدن به مباحث، هر کدام از شما به عنوان یک مبلغ حقیقت مطالب اعتقادی فرا گرفته شده را به دیگران، به نزدیکان، به خانواده، به دوستان منتقل بکنید. سعی کنید با مبلغان مذهبی وارد بحث و مناظره بشوید. سعی کنید غلط بودن باورهای آنها را به آنها یادآوری بکنید. شاید بسیاری از آنها جاهل باشند، یعنی شاید بسیاری از آنها ندانند که باطل هستند و فکر می کنند که در راه حق قدم می زنند. یقین داشته باشید که باورهای ما ریشه تمام رفتارها و تمام احساسات ماست. اگر ما بتوانیم باورهای خود را پولادین و استوار بر مبنای حق و بر مبنای منطق راسخ بنا کنیم، هرگز با شبهات، هرگز با فریبها، هرگز با شایعات، با جوهای روانی، با جنگهای تبلیغاتی، رفتار ما و بینش ما و احساسات ما تغییری نخواهد کرد. باورهای ما سنگ بنای زندگی ما هستند. خواهش من از شما عزیزان این است که ارزش باورهای خود را بدانید. برای باورهای خود وقت بگذارید. باورهای خود را به چالش بکشید. سعی کنید باورهای خود را نقد بکنید. باورهای خودتان را مستحکم بکنید. و اگر چنین اتفاقی در سطح کلان در هر جامعه رخ بدهد، آن جامعه یقیناً و قطعاً رو به صلاح و رشد خواهد گذاشت. امیدوارم که سرنوشتی بسیار نیک برای مردم عزیز ما و برای هموطنان ما در انتظار باشد. تا قسمت بعد، روزگارتان خجسته و بدرود.